ای دست های پینه بسته، ای صورت های تب کرده، ای گام های استوار و این مردان کار، سلام. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حواست کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فولادی فردم، تولید کننده نهال در قریه علی آباد، شهرستان الشتر، تابع استان لرستان. به منظور توسعه درختکاری و با توجه به اینکه همه ما مسئولیم، هر کدام در هر زمینه‌ای که اطلاعات یا تجربه‌ای داریم بایستی اینو به کار ببندیم و به مردم و به مملکتمون خدمت کنیم. به این خاطر ما از سال 1368 با توجه به اطلاعات اندکی که داشتیم و تجاربی که اندوخته بودیم، این نهالستان رو با همکاری و حمایت و راهنمایی اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد استان و حمایت مالی بانک کشاورزی استان و شهرستان الشتر شروع کردیم و از اون تاریخ تا کنون الحمدلله سالیانه تعداد زیادی درختان جنگلی و چوبه نظیر گردو و بادام و درختان سرسری و پیوندی نظیر زردالو، هلو، انواع آلو، سیب، گلابی و به تولید میکنیم و وسیله اداره کل منابع طبیعی و سازمان کشاورزی استان و سازمان جهاد استان خریداری میشن و بین کشاورزان و درختکاران توزیع میشه و یا مستقیم به کشاورزان و باغداران عرضه میداریم. توجه به این که به منظور تولید نهال و خدماتی که در این زمینه نیاز هست، به عنوان یک شغل میشه تلقی کرد و جوانان روستایی و افرادی که دارای امکانات آب و زمین هستند و اطلاعات اندکی داشته باشند میتونن با راهنمایی و همکاری ادارات منابع طبیعی و سازمان کشاورزی و جهاد به عنوان یک شغل استفاده کنند و در زمینه تولید نهال خدمت کنند و در این زمینه تعداد زیادی نیرو هم به کار گرفته میشه، چون با توجه به اینکه سطح نهالستان ما وسیع نیست، بیشتر از نیروی کارگری استفاده میکنیم و در نتیجه هم ایجاد کار میشه و هم ایجاد درآمد و شغل برای افراد. برای اینکه کسانی که علاقه‌مندن در این زمینه بیان و دنبال کنن و نهال تولید کنن، اگر کسانی باشن که رشته‌های منابع طبیعی گذرانده باشن، کاردان جنگل، کارشناس جنگل باشن که خودشون میدونن و به راحتی میتونن انجام بدن، اما کسانی که آشنایی نظر علمی ندارن میتونن با راهنمایی اداره کل منابع طبیعی و کارشناساش و سازمان کشاورزی و کارشناسای سازمان کشاورزی و جهاد در این کار مبادرت کنن و تولید نهال داشته باشن و نهالستان دایر کنن. نهالستانی که ما دایر کردیم
با توجه به اینکه خودمون مستقیما دنبال میکنیم و کلیه جوانبش رو بررسی میکنیم و در تمام مراحل حضور داریم و بیشتر وقتمون رو اینجا میذاریم، یک تنوعی هست در زندگی، یک شغلی هست و به نظرم یک وظیفه هست که من ادا میکنم. این دینی هست که ما به این مردم داریم، چون من در این زمینه تخصصی دارم، این دینو دارم که در این زمینه به مردم خدمت کنم و در قبال این زحمتی هم که میکشیم با فروش نهال پس از کسر هزینه های عملیات کاشت و داشت و برداشت مبالغی هم برای ما میمونه که الحمدلله به این وسیله هم خود ما و هم بچه هامون تونستیم زندگی راحتی رو داشته باشیم. خدا رو شد. هر کس که زنده است بایستی حرکت داشته باشه. زایده حرکت هم کار و فعالیت مثبت. انسان تا وقتی که زنده است بایستی فعالیت درست و حساب شده ای رو داشته باشه و بتونه هم به مردم خدمت کنه هم به خودش. جامعه ما نیاز به حرکت و کار داره، اون هم کار سازنده و مفید و کار درست حسابی که بتونن مردم در قبال کاری که ما انجام میدم یه فایده ای رو ببرن. هر کدوم از ما با توجه به توان و نیرویی که داریم بایستی تلاش کنیم و تلاش سازنده ای داشته باشیم. یعنی به این خاطر ما اگر حرکت نکنیم و منتظر باشیم که دیگران کاری انجام بدن که ما بهره ببریم، این کار درستی نیست. هر کس به اندازه‌ای که توان داره، نیرو داره، بایستی از توان و نیروش استفاده کنه که هم خودش بهره ببره هم به دیگران بهره برسونه. برای انجام هر کاری، هر فعالیتی مشکلاتی وجود داره و کار بدون مشکل وجود نداره. انسان بایستی در مقابل مشکلات صبر و حوصله پیشه کنه و به نحوی دنبال کنه کارو که اون مشکل رو به نحو صحیح انجام بده. یعنی نبایستی ما از مشکل و مشکلاتی که در پیش راهمون هست حراسی به خودمون راه بدیم که مانع از پیشرفت ما بشه. ما در این زمینه باید مانند کوه در مقابل این مشکلات مقاوم باشیم و پابرجا و هر روز به تلاش و توسعه کاریمون دنبال کنیم و اونو پیشرفت بدیم. بزرگترین امید و آرزوی ما خدا شاهد این بوده و هست که نهالی که ما تولید میکنیم و به مردم میدیم اینو درست نگهداری کنن که از ثمره این درخت و این میوه عایداتی نصیب مردم بشه که ما علاوه بر منافع مادی که از این تولید نهال میبریم از اون منافع معنوی و از اون ثواب اخروی که همه اولیا و انبیا توصیه کردن انشالله هم ما و همه درختکاران انشالله و کسانی که دنبال این رشته مقدس میرن انشالله برمن میشه. وقتی که خیلی غمگین و افسرده ایم احساس گرسنگی میکنیم، زندگی و آدمهایی که هر روز با اونها روبرو میشیم نمیتونن همه چیزهایی که ما نیاز داریم به ما بدن.
ما هم عاجزانه تلاش میکنیم اون رضایتی که آرزوشو داریم از پیرامونمون تهیه کنیم. در این صورت نیروهای درونی خودمون رو فراموش بکنیم. دنیای امروز بر پایه اعتماد به نفس طراحی شده، دنیایی که هوش و خلاقیت در اون حرف اول رو میزنه. وقتی ما به خودمون تکیه کردیم، وقتی ما به خودمون اعتماد کردیم، اون وقت همه چیز برای ما. این جانب عبدالعلی کرم‌علی از روستای شریف خواهه، از شهرستان نورآباد دلفان، از استان لرستان. بنده 55 هکتار زمین کشاورزی دارم. در دو مرحله میکنم، یعنی 27 هکتار نخود میکارم و بقیهش گندم میکنم. بنده در سال 78 کشاورز نمونه در سردستان بودم، نخودکار نمونه. علل موفقیت این جانم اولا توکل به خداوند بزرگ، دوم با تلاش و کوشش خودم و با همکاری ترویج خدمات سازمان کشاورزی که من با اونها ارتباط نزدیک دارم. اونها از علمشون، بنده از تجربم، رو هم سال گذشته موفق شدم در هکتار 1.5 نخود برداشت کردم. انسان خداوند خلق کرده، زمین، آب، خاک در اختیارش گذاشته که انسان بتونه برای معاش زندگی خودش آبرومندانه زندگی کنه. البته کشاورزی نعمت خدادادی است که از طرف خداوند به انسان لطف کرده که ما از آب خاک با زحمت، تلاش، بنده به عنوان کشاورز خودکار باید تلاش کنم شب روز. شب روز تلاش کنم تا بتونم هم معاش زندگی خودم و هم برای کسب درآمد خودم و خانواده‌ام و هم یه تولید کننده باشم برای مملکت. مثلا نخود صادر میشه، هم به نفع کشاورزه، هم به نفع بازاره، هم به نفع دولته. آدم تنبل فقط منتظر میشینه کار نکنه، این جور در نمیاد. انسان باید کار کنه، تلاش کنه. مثلا از زمینی خداوند در کار گذاشته باید استفاده خوب بکنیم. باید کار کرد، شبانه تلاش کرد، زحمت کشید. مثلا نخود چند بار باید شخ زد، چند بار رژین کرد، بعد جمع آوریش مشکله. بابستان در زیر گرما با زن و بچه همه جمع میشیم، با همه مشکلات جمعش میکنیم، هم برای معاش خودمون و هم به نفع بازار و دولت. پس باید آدم تنبل هیچ امیدی بهش نداشت، باید آدمی باشد کار بکنه، تلاش بکنه، زندگی بکنه تا موفق بشه. بچه زد میشه، نخود نخود خانه خود، لوبیا برو فردا بیاد. تکرار میکنیم، نخود نخود هر که برود خانه خود، لوبیا لوبیا برو فردا بیاد. دوستایان نخودکار، خدا نگهدار. کار، تلاش، حرکت و جریان اساس زندگیه. آب تا وقتی که جریان داره زلال و صاف و حیات و زندگی میبخشه، اما وقتی که ایستاد در گودالی جمع شد، راکد و ساکن میشه، گند میزنه، فاسد میشه.
پس برای پیشگیری از رکود و سکون و فساد بیایید کار کنیم، تلاش کنیم و سازنده باشیم. این یه حقیقته که هر پیروزی به خاطر اون که اعتماد به نفس انسان رو بالا میبره زاینده پیروزی های دیگه است. علم به توانایی انجام کار اشتیاق انسان رو برای انجام دوباره اون افزایش میده. به خاطر همینه که میگن هیچ چیز مثل موفقیت به بار نمیاره. موفق باشید. خدا حافظ.